شعار بلند تمنا را تنها حادثه فرو می ریزد و حادثه چیزی جز دست های تو نیست. به گلوی همیشه خونین بادها ریسمان نمی شود کشید، کینه را آواز یوز نمی شود گرفت. موج و مرداب با هم غریبه اند، جنگل و پاییز پرده های تفاهم را دریده اند. سلام. به راستی که به گلوی همیشه خونین بادها ریسمان نمی شود کشید، چرا که دو دهه پس از مرداد سرخ 67، امروز سرود سرخ 30,000 سرخ گل سربدار رو به خوبی در قیام سرخ ایران و حماسه ماندگار فروغ ایران و قیام اشرف پایدار می شنویم. خروش مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای در سراسر دنیا تنین انداز شده و شهامت قیام آفرینان چشمهای جهانیان رو خیره کرده و امروز نگاه ها به شهر سرفرازان دوخته است و پیوند قلب ها با این کانون تپنده پیوندی ناگسستنی شده. بله، تاریخ سرخفام مقاومت برای آزادی با دست ها و خون های مجاهدان و رزمندگان، شهیدان و اسیران نوشته شده و از امروز تا پایان نیز با دست ها و اسم‌های خودمان نوشته خواهد شد. تاریخ پایداری و مقاومت تا سرمنزل پیروزی. سخن از نوری است در دل شب، بشارت و نویدی که به شوق آن خونها بر این خاک تشنه روان می شود. سخن از آزادی است، گوهری بی همتا که برای دست یافتن به آن دامان محبت را باید به خون رنگین کرد. بنای آزادی بی مرگ و خون کی میسر شد؟ اینجا از پشت دیوارهای سرد و سیاه سلول انفرادی به تو میاندیشم. روی تخت شکنجه در طعم شور خون و طعم جانگداز شلاق به تو میاندیشم. در روزها و شبهای بیوقفی بازجویی به تو میاندیشم. در سکوت میان کلامها، در زیر سایه تناب دار، در فریاد هممندانم، در چهره های خونین و کبود خواهران و برادران شکنجه شدم، تو را میبینم و نام تو را میشنوم. ای خجسته آزادی، ای خجسته آزادی، و تو را هرگز هرگز به استبداد نخواهم. مادر، من برای آزادی کشته شدم. خاص اما دستهایش بوی خون میداد و نام آنان حتی کابوس شبهای ظلمانیشان بود. غلامرضا کیاکجوری بلند میخندید، اونقدر بلند که وقتی داریوش سوت زد پاسدار اومده متوجه نشد.